Մոնադբոնք համին մաբլա համին խիզմատրոսյունը բե պոդոշ, բե պուլ, բե դարոմատ ամալի կարդայի սուտասկի շուատ։ در پای معرفی نظام پرداخت‌های غیرنقدی در تاجیکستان، سیراج‌الدین اکرامی رئیس بانک دولتی امانت بانک بعض مشکلی‌ها را در این نظام نامبر کرد. با این وجود وی بر آمادگی بانک برای انتقال آرام به این روش پرداخت تاکید کرد. بعضن وزارت اداره‌هایی که تا امروز انفراستراکتور خود را تشکیل کردند، بیلینگ خود را ساختند، ما عموماً مشکل نداریم. من مثال هم آوردم، من برق تاجیک، کارخانه وای دولتی اوبوکوریزی کمیته اندوز و امروز مشکلی در بعض نهادهایی که تا امروز بیلینگ خودشان را نساختند. برای شهروندان خارجی استفاده از نظام پرداخت‌های غیرنقدی طلبات‌هایی داشته است. مشکلی در قبول مبلغ‌های شهروندان خارجی شده استفاده است که آنها شهروند خارجی هستند و از روی قانون‌گذاری تا 3 ماه اگر بودوباش داشته باشند در حدود جمهوری تاجیکستان حتما که معلومات‌نامه باید از وزارت کارهای داخلی با ما پیشکش کنند، ما میتوانیم که برای آنها کار دهیم. یا اینکه طبق طلبات کدکس اندوز اگر آنها زیاده از 18 ماه به فکر خطا نکنند 180 روز میبخشند 180 روز در حدود تاجیکستان باشند با این یا آن نمودی صاحب کاری مشغول باشند سپرنده اندوز باشند، ما با آنها یعنی کارت بانکی دادن میتونه. در نظام نو پول استفاده آب و برق، اندوز و جریمه و دیگر نوع خدمات رسانی ها غیر نقدی طریق کارت بانکی یا همیانی موبایلی پرداخت می شود. نه همه ساکنان برای گزارش به این نظام آماده اند. مقصد ای سیویاز وابسته دارد، سیویاز کنغز باشد. مقصد هست شخصا خلقای که مقصد اوجا سیویاز نیست، اینترنت نیست. اگه اینو را نمیدونیم، ما در شهر زندگی داریم. خوب ای برای ما که مقصد چریز تلفن قطعی آنلاین چیزا قطعی گذارونیم همین چیزا را. بله در اون حالت وقتی می شود که صورت اینترنت نقض شود در تاجیکستان. من اصلا گیرم اگر نقدی می سپرم وقتی که مثلا وزیری برق می بیاد چک می تید من بوده همین چکه در بان پولاش می سپرم. غیر نقدی اکنون می شود کمی وقت در کار برای که صورت اینترنت است. این حال آماده نیست. رئیس امانت بانک ادعا دارد که توجه ساکنان به نظام پرداخت‌های غیرنقدی زیاد است، ولی دقیق نگفت که از شماره عمومی مشتریانشان چند درصدش از این نظام استفاده می‌برند. مقامات باور دارند با گذشتن به نظام غیرنقدی جلوی پرداخت‌های غیرقانونی حالت‌های فساد را می‌گیرند. فعلا معلوم نیست این نظام در تاجیکستان تا کجا موفق خواهد شد.